اون که در حال حاضر در اندیشکده ما رصد کردیم با تماس و آنچه که با کارشناسان داشته و داریم به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر نه فقط که ترامپ بر سر کار خواهد آمد، بلکه شاخ گلوبالیزم شکسته میشه. یک حالا چگونه؟ یکی اینی که مسائلی که در حال حاضر در دادستانی و در دیوان عالی حالا مطرح شده، استعما بوده نبوده، ولی مردم یعنی که 75 میلیونی که به ترامپ رأی دادن بران هستند که به حق و حقوق بر حال انتخاباتی خودشون و وضعیتی که پیش اومد از نظر تخلفات و تقلب هایی که در تاریخ معاصر یعنی همچین چیزی ما نداشتیم به این گونه، چه از نظر دومینیوم، چه از نظر سپارتر و غیره، و زد و بند هایی که بین چین و ایران بر روی کار آوردن بر یعنی بر و اروپا، اتحاد اروپا و بر کناری، دقت بکنید، بر کناری بایدن به خاطر آلزایمری که داره، حتی نمیتونه روز و شب و خواهر و زنش رو بیا تشخیص بده، و روی کار آوردن هریس که برنامه ریزی شده بوده که از این طریق بیان بزرگترین ابرقدرت دنیا رو تضعیف بکنن و برش گردونن به همان دوران درس اوباما، که بر سیاست اوباما و طریق جایگزینی افرادی که در حال حاضر سعی بر این دارن که دولت بر حال میگن دولت خیالی انتخابی بایدن رو دارن مطرح میکنن، که همه افرادگرا و چپگرا هستن و از آن چپ میانه بیرون آمدن، با وجود اینکه 47 سال خود بایدن زمام امور رو در دست داشته، حالا در سقوطش ها شریک بوده، با سیاست های کیسینجر آشنایی داره، با سیاست های کارتر و گلوبالیزم جهانی، اینها در حال حاضر به طرف چپ افراطی دارن میرن. این یک.